بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه مثبت نگاتیو. اگر قسمت های قبل رو مشاهده کرده باشید متوجه شدید که ما در روند بررسی تاریخ سال های دفاع مقدس به هفته اول مهر ماه سال 59 رسیدیم که جنگ در اولین روزهای خودش بود. در قسمت های قبل در حین بررسی اولین روزهای جنگ سوال و شبهه مطرح شد توسط کارشناس برنامه در خصوص پشتیبانی زمینی توسط نیروی هوایی در اولین روزهای جنگ و این سوال مطرح شد که برخی معتقد بودند نیروی هوایی در بعضی از عملیات‌های پشتیبانی زمینی حضور نداشته و همین موجب شد که ارتش عراق با سرعت بیشتری پیشروی خودش رو در پی بگیره و بخش زیادی از مناطق کشور رو اشغال بکنه. این سوال و این شبهه یک سری بازتاب‌هایی پیدا کرد در فضای مجازی در بین یک سری از خلبان‌های پیشکسوت نیروی هوایی. ما تصمیم گرفتیم در این قسمت از برنامه مثبت نگاتیو در خدمت یکی از این عزیزان باشیم تا یک مقدار بیشتر راجع به این سوال که سوالی هست که قبلا هم بارها پرسیده شده نسبت به اون پاسخ بدیم. در خدمت امیر سرتیب دوم خلبان حسین خلیلی هستیم از پیشکسوتان نیروی هوایی و جوانترین و یا اینطور بگیم یکی از جوانترین خلبانانی که در یعنی با شروع جنگ فکر می‌کنم شما 23 سال داشتید. امیر شما جزو کسانی هستین که 2000 ساعت پرواز هوایی دارید و یک اقدام خیلی مهم در کارنامه شما ثبت شده در 20 بهمن سال 66 جزو خلبان‌های نادری هستید در دنیا که 3 تا هواپیمای میراج عراقی رو در یک روز سرنگون کردید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اگر برای شروع نکته‌ای هست بفرمایید تا من سوال رو مطرح بکنم خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون و همه بینندگان عزیزی که در جای جای این گیتی پهناور تصویر من می‌بینن و صدای منو می‌شنون. سلامت باشین. امیر با توجه به اینکه شما وقتی که جنگ شروع شد خلبان هواپیمای F5 بودید و بعد مدتی گذشت طرف خلبان هواپیمای F14 شدید، من سوال مشخصم این هست با توجه به اینکه ما راجع به پشتیبانی زمینی میخوایم صحبت بکنیم، خب هواپیماهایی که ما اون مقطع داشتیم، این رو اگر من اشتباه گفتم شما بی زحمت تصریح بفرمایید، ما هواپیماهای فانتوم F4 داشتیم، تایگر F5 داشتیم و تامکت F14. در بین این هواپیماها اون هواپیمایی که وظیفه اصل یعنی جزء وظایفش پشتیبانی رزم زمینی هم هست هواپیمای F5 هست. اساسا بفرمایید که اصلا نیروی هوایی در مخصوصا روزهای اول جنگ آیا وظیفه پشتیبانی از عملیات‌های زمینی رو داشته یا نه؟ برای اینکه من به سوال شما پاسخ بگم و یه سری از ابهاماتی که پیش اومده برای همه پژوهشگران گرامی و بینندگان عزیز برطرف کنم، این هستش که یه مقدمه کوتاهی میگم که در 13 آبان سال 1358 سفارت آمریکا اشغال میشه. وقتی که ما همه در خیابان طالقانی داشتیم شعار مرگ بر آمریکا میدیم، یه عده در ارتش بودند که با ترفندهای عراق آشنا بودند، درس نظامی خونده بودند و هنوز در ارتش خدمت میکردند، گفتن که عراق به ما حمله نمیکنه، آمریکا به ما حمله نمیکنه، عراق به ما حمله میکنه. بنابراین طرح نبرد البرز در 99 برگ بر اساس آموزه های دفاعی و هنجارهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با عراق نوشته میشه. در نیروی هوایی، در نیروی هوایی، در نیروی زمینی طرح ابوذر، در نیروی دریایی طرح درفش برای مقابله نیروی هوایی. در این طرح پیش بینی شده بود که نیروی هوایی چه وظایفی انجام داد بعد انجام بده: عملیات علیه نیروی هوایی دشمن، قطع خطوط مواصلاتی دشمن، ترابری هوایی، تجسس و نجات، شناسایی هوایی و در آخر وقتی که برتری هوایی نیروی هوایی کسب میکنه باید عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی یا کسب یا کلوز ایر ساپورت بعد انجام بده. خب این طرح نوشته میشه و این که میبینید که
عراق روز 31 شهریور حمله میکنه، نیروی هوایی 2 ساعت و نیم پاسخ میده بر اساس آموزه های طرح نبرد البرز بوده. یعنی این آمادگی رو نیروی هوایی داشت داشت این آمادگی از نظر تحریزی داشته، نه از نظر عملی. حالا چه اتفاقاتی میافته؟ در 18 فروردین سال 1359 تجاوزهای عرب به اوجش میرسه و اولین بار ارتش ما و نیروهای مسلح ما در مقابله با عراق بالات آماده باش در میاد، در زمان سرلشکر شادمهر. وقتی که ما تمام رادارهامون و سامانه های دفاع هوایی اسکرمبلامون رو به غرب فوکوس کرده بودیم که تجاوزهای عراقی ها رو خونسا کنیم، امریکایی ها در هفته بعدش، در چند روز بعدش، از جنوب از طرفهای جاسک و بندر عباس وارد شدند، کرمان رد کردند، اومدند در سرزمین طبس، گرفتار شدند و اولین لطف الهی در این سرزمین تجسم عینی پیدا کرد. روایت های دیگه وجود داره، من اعتقاد دارم که لطف الهی بود. تموم میشه. میرسیم یه اتفاق خیلی ناگواری میافته در خرداد 1359. این اتفاق خوب است که یک افسر انقلابی به نام جواد فکوری سکان فرمانده نیروی هوایی رو به عهده میگیره که اون موقع فرمانده پایگاه تبریز، فرمانده پایگاه یکم بوده، آزمون هایی در پایگاه یکم و در پایگاه تبریز داده بوده، حالا کاندید فرمانده نیرو میشه و فرمانده نیروی هوایی سرلشکر فقید باقری کنار گذاشته میشه و ریاست هواپیمای کشوری رو به عهده داشته، کماکان ریاست هواپیمای کشوری رو به عهده داشته. در نهایت میرسیم به تیر ماه که همین روزا هستیم، تیر ماه سال 1359، اون اتفاق ناگوار یا اون توطئه نقاب پیش میاد که من بارها صحبت کردم. بعضی میگن این توطئه برای این بودی که نیروی هوایی تضعیف کنه، بعضیا میگن که نه میخواسته رژیم عراق، رژیم جمهوری ده. من میگم هر دو احتمال وجود داره. احتل حسنیان که ما میگیم برای اونا هم بوده، چه این باشه چه اون باشه، به نفع دشمن بوده که در نهایت اون کودتا در 27 به هر حال به نوعی خونسا میشه. ولی نیروی هوایی که مورد عزت مردم و مورد عزت مسئول نظام بوده، اینجا یه خورده به چش دست میده. البته ما تو قسمت‌های قبل هم مفصل راجع به خصوصا کودتای نقاب و اتفاقاتی که بعدش افتاد صحبت کردیم. یه تا که شما مرور کردین و من میخوام حالا در 4/4/59 در مرز شرمچه هواپیمای استفاده یکم خلبان حسین باستانی مورد هدف قرار میگیره. ایشون به خاطر اینکه هواپیما در داخل کشور عراق نیفته، هواپیما رو خرکش میکنه، میاره این ور مرز و توفیق ایجکت یا پریدن بیرون از هواپیما رو دست میده و اولین خلبانی که نام او در شهدای دفاع مقدس به ثبت میرسه غلام حسین باستانی. تقریبا 2 ماه قبل از شروع 4/4/59 2 ماه یا 3 ماه قبل از شروع. بعد که اون اتفاق بیان. یعنی از اون وقت ما تمام این گزارش ها بوده که خلبان ها چه به صورت چشمی چه به صورت عکس برده که آقا تمام عراقی دارن آماده میشن به کشور حمله کنن، منتها اتفاقاتی در کشور افتاده بوده که شاید اولویت اون نبوده، شاید آموزه های مثلا دفاعی انقدر مثل امروز تقویت شده نبوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی میگه ما تهدیدهای عراق نادیده گرفتیم و این خیلی بده برای کشوری. این دیگه خلاصش میشه و میرسیم به 17 شهریور و 19 شهریور. عراق در غرب حمله میکنه، 2 پاسگاه خان لیلی و میمک رو اشغال میکنه به نام عین القوس و سیف الصعد. نیروی هوایی به پا میخیزه، یه فرمان هواپیمای فانتوم ما ساقط میشه. شادروان محمود اسکندری که از بزرگان و دفاع مقدس هستش که در رابطه با او بیشتر صحبت خواهیم کرد، به اون پل خرمشهر و اجلاس سازمان غیر متعهدها، ایشان هواپیماشو میزنند، سالم فرود میاد ولی کابین عقب او شادروان شهید علی ایلخانی به شهادت در واقع خودش ایجکت میکنه، ولی کابین عقبش هم ایجکت میکنه ولی اون چتر خوب عمل نمیکنه و ایشون به شهادت میرسه. در نهایت نیروی هوایی سرگرد خلبان شمس بیگی فرمانده گردان 31 شکاری همدان را مأمور میکنه با یک هلیکوپتر بره در غرب کشور و آتش پدافند هوایی و زمینی رو هماهنگ کنه، آتش زمینی که الان صحبتش هستش، و این بالگردم باز میزنن و شمس بیگی و فعلی و رشیدی
در 19 شهریور به شهادت میرسن. هنوز جنگ هم شروع، هنوز جنگ شروع نشده، به صورت رسمی در واقع شروع نشده. در این در این بره حضرت امام دستور عملیات مقاربه مصر صادر میکنن. حالا مشکلاتی داشته نیرو هوایی از همون 18 شهریور هی آماده باش بوده، آماده باش مکرر من نمیخوام واردش کنم، بحثای خیلی پیچیده هستش که چرا اتفاقی آماده باشه کنسل میشده، چون آماده باش وقتی هواپیما میریزه یا آدم باش دیگه آموزش هم متوقف میشه، هواپیما زیر لوت هستش. و اون اثر کودتا نقاب این بوده که اصلا میگفتن خب هواپیما رو آماده کنیم برن کودتا کنن خلبانا. این اثر بدترین اثری که داشته این بود، یعنی خیلی محدود شده بود نیروی هوایی خصوصا تو بعد عملیاتی. بله، حالا اینا رو همه رو دشمن داره استرسم میکنه، بیکار که نشسته که، اون میخواد حمله کنه دیگه. 27 شهریور دو تا اتفاق نادر میفته. در صبح اون روز سید الاسرا حسین لشکری در مرز مهران در عمق مقابل مصر هواپیماش ساقط میشه و اولین اسیر و آخرین آزاده. در همون روز سروان خلبان محمد زارنمتی در مرز پاسگاه سفریه فکه اونجا در هواپیماش ساقط میشه و مشخص نیست اولین مفقود الاثر و آخرین جاوید الاثر کسی نیست جز سروان خلبان محمد زارنمتی که اتفاقا برادر ایشون هم ناو سروان نیروی دریایی ایشون هم در اواخر جنگ به شهادت رسیده. دو برادری که از نیروی هوایی یکی از نیروی دریایی. حالا شما خودتون بذارید جای سپهبد خرامان عدنان خیرالله، این دو تا هواپیما رو که دشمن زده، اون اتفاقات هم تاثیر خود میگه آقا اتفاقات سیاسی هم که در کشور هستش، بنابراین اینا همه این فرضیه رو تایید میکنه که عراق با یک حمله پیشدستانه به یک پیروزی برق‌آسا نهی پیدا خواهد کرد. فکر نکنید که عراق در محاسباتش و در حمله به ایران دوچار اشتباه شده بود. تمام راهبرد پردازان نظامی دنیا علی‌رغم همه حمایت‌هایی که حضرت امام از ارتش کرده بود، ارتش ما بازدارندگی خودش از دست داده بود و یک پیروزی برق‌آسا را برای ارتش عراق پیش بینی می‌کردند. از جمله محقق سیاسی هری کیسینجر، از جمله آقای کردزمن راهبرد پرداز آمریکایی در آگاه به مسئله خلیج فارس. و به همین انگیز عراق در 31 شهریور کاری کرد، الگوبرداری از جنگ‌های عرب اسرائیل در سال 1967 که اسرائیلی‌ها آمدند در یک حمله پیشدستانه بیش از 50% از هواپیمای کشور عربی را روی زمین نابود کردند و جمال عبدالناصر احمد فقید مصر بعد از 6 روز دست را بالا کرد. ولی این اتفاق در ایران نیفتاد. آقا تمام گزارشاش هست که آقا نیروی هوای ایران درسته که رو کاغذ 440 پرواز هواپیما داره، عراق 330 پرواز هواپیما، ولی بیش از 50% هواپیمای ایران یا خوابیدن یا خلبان کوالیفای نداره. یه بخشش به خاطر اینه که خب ما پشتیبانی قبل رو دیگه از طرف آمریکایی‌ها بله. نداریم، خلبان هم اتفاقا براشون افتاده، بحث کودتا اینا. من میخوام این رو مطرح بکنم که نیروی هوایی در واقع دو تا ماموریت عمده از نظر من، یعنی من فکر می‌کنم که این شکل باشه، یک عملیات برون‌مرزی داره، یک عملیات‌های پشتیبانی زمینی. عملیات برون‌مرزی خب شاهکارهای واقعا نیروی هوایی و هیچ کس نمیتونه راجع به اینها هیچ انقلتی بیاره، مخصوصا عملیات مثل H3 که هنوزم جزو بزرگترین عملیات‌های تاریخ هوانوردی در دنیاست. اما مشخصا باز برمیگردم به همون سوال اول برنامه که آیا اصلا نیروی هوایی وظیفش پشتیبانی از نیروهای در سطح، یعنی در زمین بوده، و اگر بوده نیروی هوایی ما امکان این کار رو داشته یا نه؟ چون گزارش هایی که تو اون مقطع هست، حالا برخیشو بعضی افراد به قول معروف غیر نظامی مثل نیروهای پاسداری که اون موقع خب خیلی نظامی نبودن، اما نیروهای ارتشی هم بعضن در اسناد این رو داره که گلایه دارن از اینکه نیروی هوایی چرا نمیاد پشتیبانی زمینی بکنه. ما تو قسمت قبلم اشاره کردیم، مخصوصا به گزارش آقای بنی‌صدر که اون موقع فرمانده کل قوا بود. این رو می‌خواستیم که شما یک پاسخ مفصل بدید در... که آیا اصلا وظیفه بوده یا نه. دارم وظیفه هم دارم وارد همین منطقه میخوام بشم. ببینید شما تا لا اله نگی که لالا نمیتونی بگی که نیروی هوایی بلند میشه اونا میان میزنن برمیگردن و
اگرچه ما نمیشه ما غفلت کردیم، چون اون آماده باشه های مکرر باعث شد که شما وقتی مکرر زیر آمادش هستش دیگه نمیتونیم، خسته میشه دیگه. و ولی این پیام امام یک روحی در همه دمید، از جمله نیروی هوایی. بعد عملیات علیه نیروی هوایی دشمن. شما باید اول برتری هوایی کسب کنی تا بتونی بری پشتیبانی نزدیک هوایی انجام بدی. و از برتری هوایی ایران همین بحثه. بعضی ایران میگن آقا یعنی 640 فرمانده هواپیما رو چیزی به نام صرفه جویی در قوا رعایت نکردن. کردزمان تو کتابش به نام جنگ های مدرن، جنگ ایران و عراق، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، نقد میکنه، جزء کسایی بوده که معتقد بوده که عراق باید بریزه. میگه وقتی که خلبانان عراقی در روز 22 سپتامبر، یعنی 3 شهریور، مهارت های لازم را برای انهدام اهداف خودشون در عمق خاک ایران داشتن، او به لطف الهی معتقد نیست، میگه عراقی ها نتونستن. من اینا هم میگم اگر عراقی نمیتونستن چجوری هواپیمای توپولوف T-20 اومده مهرآباد، مهرآبادی که 300-400 فرمند هواپیما پارک بوده، یا بمباشون پرت و پلا میخوره یا عمل نمیکنه و فقط یک هواپیمای تانکر معذب میره، تانکری که تازه از سوخرسانی برگشته بوده، فقط 5000 پوند، یعنی 2.5 تن بنزین کف باکش بوده. اگر این بمب رو هر کدوم از هواپیمای مجاور میخورد، هر کدومشون 350000 پوند تا 175 تن بنزین سوپر داشتن و کل مهرآباد میرفت. یعنی شما معتقد هستین که هواپیم خلبان عراقی، بعضیا میگن که نتونستن، یعنی واقعا یا استرس بالا داشتن یا مهارت بالا رو نداشتن نتونستن این حالا بمبارون رو درست انجام بدن. بخشیشی آقای الوان العروسی سلشکر عراقی میگه ما رفتیم ایران، حالا میگن ایران غافلگیر شد، میگه رفتیم ایران دیدیم اصلا هواپیما همه آفا تو آشانه هستن غیر از مهرآباد. یعنی با همه به هم ریختگی که سامان نیرو هوایی داشته دفاع غیر عامل رعایت کرده بوده. و حالا این دفاع غیر عامل چه اثری داره؟ شما میخوای هواپیما آماده کنی، یه هوایی شیلتر یا آشیانه‌ای که جای 2 فروند هواپیما هست، اینا رو به صورت زیگزاگی، چون تعداد هواپیما زیاد بود آشیانه کم بود، یعنی گاهی وقتا تا 8 هواپیما توی آشیانه پارک بود. حالا شما میخوای به اینا بنزین بزنی، بمب بزنی، ماشین بیاد لود کنی، ببین چقدر سخته. حالا اینا رو هی باید عقب جلو مش میگن ترانس کنی. این کارا بچهای فنی ما بود که آماده کردن. این میشه پتانسیل نفته، یعنی که اون عملیات اولین پاسخ آنت 140 فروندی. حالا آقای کردزمان میگه که بخشش واسطون گفتم که در 3 شهریور 22 سپتامبر، میگه وقتی که تمام نمایندگان رسانه‌های گروهی جهان دعوت شده بودند که شاهد پیروزی ارتش مدرن و آموزش دیده عراق بر ارتش از هم گسیخته ایرانیان باشند، وقتی که همین خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی شاهد قرش فانتوم‌های نیروی هوایی ایران بر فراز پایگاه‌های هوایی در بغداد و دیگر پایگاه‌های هوایی عراق بودند، همون روز یک خط بطلان بر پیروزی برق‌آسا عراق کشید و اولین آثار تبدیل جنگ برق‌آسا به جنگ فرسایشی و یک جنگ طولانی مدت پدیدار گشت. حالا نیروی هوایی بلند شده داره عملیات علیه نیروی هوایی دشمن داره انجام میده. این عملیات کردزمن میگه اگر ایران میخواست این عملیات کمان 92 رو که 140 فرمان سمبل هستش، اون روز نیروی هوایی 333 فرمان هواپیما پرواز داده، همون روز 100 تا ماموریت کلوزر ساپورت توی چیز خودش ثبت کرده. میگه اگر ایران میخواست این عملیات تکرار کنه دیگه نمیتونست تکرار کنه، ولی این عملیات ایران چنان برق‌آسا و چنان غیر منتظره بود که سپهبد قلبان عدنان خیرالله و همه کارگزاران عراقی به طور کلی مایوس شدن و آسمان را رها کردند. شما روزهای آخر جنگ اینطوری نمیبینی، شما نگاه میکنیم ما دنبالی هستیم یه روز ببینیم هوا کی خرابه، عملیات انجام بدیم که از گزند نیروی هوایی عراق مسئول بمانیم. میگه به طور کلی، حالا هیچ کاری نداری شما، میگه به طور کلی آسمان رو رها کردن. خب امیر اگه اجازه بفرمایید. اجازه بدید یه دقیقه. حالا نیروی هوایی بلند شده داره چیکار میکنه؟ ماموریت دومش ایر اینتروداکشن، زدن قطع خطوط مواصلاتی دشمن، اینا ماموریت دومه، زدن عقبه دشمن، زدن نیروهای احتیاط دشمن داره انجام میده. ماموریت سومش ایر ریکانیسانس، شناسایی هوایی داره، شناسایی هوایی انجام میده، داره
ماموریت چهارمش ایرلیفت، ترابری هوایی که کمتر متاسفانه از اون گفته میشه، گذشته از سوخت‌رسانی هوایی. هواپیماهای 747 ما که اینا هواپیماهای ترابری و سوخت، ترابری سوخت‌رسانی، اینا صندلیش پیاده کرده بودن، اینا شده بود یه هواپیمای باری. شبانه میرفتن نیروهای لشکر 77، نیروهای بسیجی، نیروهای داوطلب سوار میکردن شبانه در اهواز، در امیدیه، در دسپول پیاده میکردن و نیروی احتیاطی که دیروز پیش خانوادهش بود فردا میرفت در مقابل دشمن میتونه سفارایی کنه. حالا این ترابری هوایی با ما کمک کرد که نیروی زمینی مظلوم ما بتونه در مقابل دشمن سفارایی کنه. حالا باز با تو صحبت میکنم، اجازه بدید با صحبت میکنم. بعد اونا اومدن به پالایشگاه آبادان تک کردن، به پالایشگاه تکی تبریز تک کردن. امام دستور مقابله بنست داده بوده دیگه، شهید فغوری دستور انهدام زیرساختهای دشمن میده، اینکه میده در هفته اول جنگ عراق صدور رفتش به صفر میرسه. و حالا نیروی هوایی داره تمام این ماموریت خودش انجام میده. این در واقع داره شما حوزه های ماموریت نیروی هوایی رو میده، نه داره همزمان داره انجام میده اینا رو، داره همه انجام میده. ولی خبرهایی که از جنوب میرسد بسیار تلخ و بسیار ناگوار. خرمشهر در آستانه سقوط، آبادان در آستانه محاصره، در اهواز عراق اومده در دو به دو به هردان رسیده، سوسنگرد گرفته، یعنی اهواز در خطره. از تمام اینا تلختر جبهه غرب کرخست در شمال خوزستان که کمتر محققان بهش اجاره کردن. همه میگن آقا عراق مثلا میخواسته بیاد شط العبر رو بگیره، پس همون خورم شده در چرا؟ حالا عراق فاصله کرخه تا پایگاه دسپول چقدر؟ زمینی 25 کیلومتر، هوایی چقدر؟ 16 کیلومتر. کافی عراق از رودخانه کرخه، جسر ناداری یا پل ناداری عبور کنه و پایگاه دسپول سقوط کنه. اینا توی چیزای زمینی هست. من میگم، میگه آقا به نیروی هوایی بگید جسر ناداری رو منهدم نکنه که نیروهای ما بتونن عقب نشینی کنن. اون قطع خطوط مواصلاتی یعنی این دیگه. حالا نیرو زمینی خودمون اینو یادت نامه داده که آقا ما نیروهام بس خود شما یه گردان که حریف لشکر 10 زرهی و لشکر یکی مکانیزه نمیشه که. بنابراین اینجا بود که شهید فکوری برخلاف تمام هنجارهای هوانوردی به نیروی هوایی دستور میده که برید کار آر پی جی زنی رو انجام بدید. مگه نیروی هوایی باید آر پی جی بزنه؟ مگه باید تانک بزنه؟ مگه تو نیروی هوایی باید بلند شه ماموریتش انجام بده؟ حالا درخواست، ما دو درخواست داریم، درخواست عادی و درخواست اضطراری. درخواست عادی در عملیات تحریزی میشه، مثلا کربلای 5، سامر الائمه، طریق القدس. بعد در درخواست پیش بینی شده است، میگن آقا روز 20 اردی بلند شه انجام بده. افسرای اف ای سی رفتن مستقر شدن، هواپیما رو هدایت میکنن میره میزنه. حالا نه افسر اف ای سی جایی مستقر شده، نه نیروی وجود داره که درخواست رسمی کنه. اینجا بود که شهید فکوری میگه که آقا اگه عراق از جسر نادری عبور کنه بیاد پایگاه دسپول بگیره، که دسپول دیگه که برای ما چیزی نمیمونه. درسته هواپیما ما داریم و اینجا زمان نیرو هوایی میخره. امیر اگه اجازه بفرمایید اینجا یه بحث رو نگه داریم، دوستمانی بحث رو آماده کردن، ببینیم برگردیم بحث رو ادامه بدیم. وجد الطيارون الإيرانيون أهدافاً سهلة أمامهم، بما في ذلك بغداد التي لا تبعد أكثر من 6 دقائق عن الحدود. خب همین تو قسمت قبلی صحبتاتون یه اشاره کردی، برای خود من یه سوالی الان به وجود اومد. ما تو این حالا حواشی و بازخوردهایی که از قسمت‌های قبل گرفتیم
بعضی جاها من خوندم یا شنیدم که گفتن که اصلا وظیفه نیروی هوایی اون موقع مقابله با دشمن در سطح نبوده، اما برخلاف یعنی علارغم این محدودیت نیروی هوایی این کارو کرده، حتی فانتوم‌های ما اومدن و نبرد زمینی انجام دادن در صورتی که جزء وظایف سازمانی این هواپیما نیست. شما تو صحبتاتون اشاره کردید که من هم گفتم که ما هواپیما F5 مون ممکنه وظیفه نبرد زمینی رو داشتن، باز شما هم اشاره کردید که علارغم وظیفه نیروی هوایی آقای فکوری میگه که بیان و اون اصطلاحی که شما گفتید نقش RPG زنی اگر اشتباه نکنم گفتید که ایفا بکنن. واقعا برای من سوال مشخص همینه که اصلا وظیفه نیروی هوایی بوده یا نبوده یا اضافه بر سازمان اومده این کار را انجام طبقا ده. سوال خوبی کرد. ببینید از نظر قانون پشتیبانی آتش ما یک قطعه آتش داریم، یعنی شما جنگ افزارهای زمینی مثلا یک قسمتی رو که مثلا قمپاره میزنه، یک قسمتی رو توپهای توپ میزنن. ما کلن نیروی هوایی در مأموریت پشتیبانی آتش باید اون مأموریت ها را انجام بده که ورای برد توپخانه یا ورای برد جنگ افزارهای چی باشه؟ جنگ افزارهای نیروی زمینی باشه. حالا کار انقدر دردناک بوده، رادار دهلوران در ششم مهر سقوط میکنه، 83 نفر از پرسنلش یا اسیر میشن شهید یا شهید میشن، و اینجاست که لشکر یک مکانیزه و 10 ذره عراق آماده شده از کرخه عبور کنه و عبور از کرخه سقوط پایگاه دسپول، سقوط شهر اندیمشک، سقوط دسپول، قطع راه‌آهن سرتاسر کشور و تسخیر جاده دسپول به اهواز. جنوبش هم دست ما عراقی‌ها بوده دیگه، اهواز به خورم شد اون برم که آبادانه. اینجاست که من نقل میکنم از آقای حاج محسنی میتونید دعوت کنید بستان نه بگی اینا رو امیر زکی خانی بید، اینا زنده هم هنوز هستن دو جب سنه سن. میگه تو پست فرمانده آقای حاج محسنی وقت رئیس سپاه اطلاعات بوده، میگیدم جواد فکوری که یا آدمی هستش که مرد بحرانه، دیدم که اینطور همینطور فکوری بوه تو حیرت زده واسه تو پست فرماندهی. من نگاه کردم و گفتم که یه رفتم پیشش، نامه رو نامه دستش بود داد دست من، گفت نامه رو نگاه کردم دم نوشتی که حالا که رادار دهلوران سقوط کرده پایگاه دسپول طرح تخریب و تخلیهش اجرا بشه، یعنی هواپیماهای پایگاه بلانش این شهید سیاد تو خاطراتش آورده همه یه بزرگان به این اشاره کردن پایگاه تخلیه بشه وقت تخریب بشه که سلام دستشانه. میگه وقتی من این نامه رو دیدم منم تنم لرزید. میگه وقتی فکوری این حالت در من دید اومد گفت که آقای حاج محسنی همین الان این نامه رو بر سر جنگ تحویل بده، بگو جواد فکوری میگه من هیچ دستوری نمیدم ولی تا نیروی هوایی یه هواپیما داره میتونه از زمین بپاخیزه، یه خلبان داره میتونه در داخل کابین بشینه، ما پایگاه چهارم شکاری دسپول را تخلیه و تخریب نمی کنیم، ما اونجا را تخلیه کنیم که عراقی ها میگ مستقر کنن، سخو مستقر کنن، از اونجا علیه ما پرواز کنن، عمق استراتژی عراق را زیاد کنیم. اینجا بود که نیروی هوایی برخلاف تمام هنجارهای هوانوردی که آتش قطعه باید باشه، درخواست زمینی باشه، رفت به جنگ تانک ها در ششم مهر و ما هم از پایگاه دوم شکاری رفتیم به کمک همرزمانمون در پایگاه چهارم شکاری، تمام خلبانان ستادی مثل سید شهاب الدین طباطبایی قبل از انقلاب فرمانده گردان بوده، همه پای سرهنگی بودن، اینا همه اومدن دفاع از خوزستان، دفاع در پایگاه دسپول، بخشی از خلبان فانتوم هم از پایگاه یکم و خیلی از خلبانان دیگه مثل ابوالفضل مهدی که پخش کردین چیزش که از همدان بلند میشن داوطلب میرن بوشهر، نبرد علیه نیروی زمینی دشمن که همینطور داشته گله میومده با هواپیما شروع میشه، میگه جنگ با تانک ها،
جنگ با تانک ها، جنگ با تانک ها که اگه اینجا اسلاید باشه یا نشون بتون میدم که نیروی هوایی در همون روز ششم مهر 68 سورتی پرواز کلاس استفاده دیه. اونایی که میگن ما ندیدیم، خب معلومه که خب چشم تو 5 کیلومتر میبینه، تو مگه تو قرار کرخه بودی که اونور بودی که ببینی؟ کجا رفت؟ کجا می‌خواستی ببینی؟ یه گردان شهید کماسی اونجا مقاومت میکنه. این 68 سورتی که بعضی وقتا این همافرای ما، درجه دارای ما که همتر میدونید، ما هواپیماها یه جکایی داره با MJ1 و MJ2، اینا رو بعد بمبا سنگین 500 پوند 1000 پوند 500 کیلو اینا رو بعد بیاره تا اینا تراس کنه، به خاطری که پایگاه فرصت نبوده. اون اتفاقاتی که گفتم هواپیما تو شهش آشیانه ها اینا بودن، اینا میادن از این نیروی فیزیکیشون استفاده میکردن و این هواپیما رو لود میکردن. بعض وقت هواپیما با یه بنزین سه تا محوط کلوزاپورت انجام میداد، یعنی بلند میشدن راه نیروی عراقی بودن، برمیگشتن همافرما اینا رو لود میکردن، دوباره میرفتن علیه نیروی زمین دشمن ماموریت انجام میدادن. در این زمانی که نیروی هوایی برخلاف تمام هنجارهای هوانوردی رفت به جنگ، اگر 214 خلبان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدن، 88 خلبان فقط در همین دو ماه اول جنگ به شهادت رسیدن تو همین عملیات پشتبانی. تو همین عملیات اقربش تو پشتبانی هوایی. مثلا من واسه میگم ای کاش بدید شما برید سروان خلبان چنگیز سپر، اون وقتی من شاگردش بودم ایشون 1000 ساعت فقط معلم خلبانی داشت چنگیز سپر، ایشون از نیروی هوایی جدا شده بود سر همون کودتای نقاب. نه اصلا به نقاب کار نداشت، ایشون از نیروی هوایی جدا شده بود، اومد وارد نیروی هوایی شد. وقتی شهید اون پتانسیل نهفته رو دارم واسه میگم، وارد نیروی هوایی شد، اومد رفت پایگاه، دستور خودش معرفی کرد، راش نمیدادن، گفت برید به فرمانده پایگاه بدین چنگیز سپهر اومده. رفت یه لباس پرواز شدن، چنگیز سپهر اومد مصاحبه کرد با تلویزیون، گفت به ورای علی شهیدم به کشورم تجاوز شده، یا تجاوزای عراقی رو دفع میکنم یا کشته میشم. این مصاحبه تلویزیون من خودم دیدم، همه ناظرانی که اون وقت یه کانال که ما بیشتر تلویزیون داشتیم 4 ساعت هم بیشتر بوده، همه مشاهده کردن، اردستانی کنارش، این کنارش، اون که من چیز اینا نمیگم، از کسایی میگم که پتانسیل‌های نهفته دارم میگم، اگر نه اردستانی و اینا که وظیفه‌شون بود کسی انتظار غیر نشه. و چنگیز سپهر در روز 13 مهر سه تا هواپیمای ما سقوط کرد در همین کلوز سپرده. عراقی اومدن دیگه، خود عراق میگه آقا آتش این جنگنده های نیروی هوایی امان از ما گرفته، دستور میدن که سام 6 بعد عقب جبهه باشه، اینو میفرستن میاد پشت کرخه. در روز 13 آبان سه تا هواپیمای ما کتاب اسیر میشه. شادروان بالازاده در خاطراتش نوشته آسمان مال محمود، برید بخونید، من دیگه توصیه نمیدم. آقای سپهر پودر میشه، سپهر با موشک به مسلسل میبندن، یک موشک دو موشک اتفاق نمیکنن و سپار همونجا پوت میشه و از بین میره. و جناب جوراکی که از همدورهای من بود، این سه تا هواپیما از اون دیگه که یهو یه لحظه توقف دست صادر میشه، یکی از نیروهای عراقی میاد به ایران پناهنده میشه در همین 13 مهر. قرار بود اصلا دیگه پایگاه چیز شه، دوباره متوقف بشه، تعطیل بشه. میاد میگه آقا چرا شما اینجا پرواز میکنید؟ میگه چیری پرواز کنید؟ میگه آقا ما رادارای سام 6 آوردیم در پشت کرخ مستقر کردیم، به معنی که شما بلند میشید به سمت غرب ما شما را رصد میکنیم. هواپیمای سپهر، هواپیمای اینا تو تا رسیدن تو برد رادار ما، همین تا بلند میشدن میزدن تو برد. حالا که در برد به معنی که به موشک برد ما آر بکنیم، دیگه نیروی هوایی در این زمان دیگه به صورت فلج پرواز میکرد، یعنی پایگاه دسپول فلج شده بود، تمام پروازها به سمت دسپول به سمت شرق پرواز میکردن. هواپیما باز برخلاف همه هنجارهای هوانوردی میرفت از سر پشت به باد میشست تا هواپیما در تیررس دشمن قرار گیرن. و با این حماسه‌ای که نیروی هوایی اون 88 خلبان، یکی مثل سید شهاب‌الدین طباطبایی، ایشا 2000 ساعت معلم خلبانی داشته، شهید یونس خوشبین کمتر نگفته، شهید محمد علی فرزین دو بار کشته شده، یه بار در همین عین خوش میزنن فرزین همشهریای خوب ما، فرزین نجاتش میدن، میارن پایگاه تحویلش میدن، فرزین دوره نقاهتش هم نمیره انجام بده و وای میسه 90 علیه نیروی هوایی دشمن، نیروی زمین دشمن انجام میده. و باز در پنجم آبان فرزین میزنن و فرزین از هواپیما ایجک میکنه، با تنی مجروح فرود میاد باز در بین نیروهای خودمون و نیروهای عراقی. اینجا متاسفانه که از ستونهای پنجم که بعداً
مشخص شد فرزینه با همین بندهای چک میگه مجروح بود با بندهای چت خفش کردم چون یه به ما کلت دادن یه کلتی داشت از جناب فرزین این کلت رو ردیابی میکنن میگن این کلت مال محمد علی فرزینه دوباره این آدم بازجویی میکنه میگه آره ایشون زنده بود من ایشونو به شهادت رساندم و در نهایت جنگ به یک جنگ مردمی و یک جنگ فرسایشی تبدیل شد و ارتش عراق به هیچ شک از اهداف خودش نرسید و وقتی که نیروی دریایی ما خفت عراق در خلیج فارس شده بود ما زیر ساختاش هم میدادیم ارتش تانگای توپ عراقی دیگه تو جبهه بنزین کافی نداشتن روغن کافی نداشتن که بیان بتازن در سرزمین خوزستان و این یکی از در حقیقت ناگفته ترین و منورترین و درخشانترین دوران دفاع مقدس بوده که این زمان به دست نیروی زمینی مظلوم ما نیروی دریایی مظلوم ما نیروی هوایی ما که بعدم که یواشاش نیروهای مردم میان شهید ابوالحسن آل اسحاق که من ارادت خدمتشون داشتم در پایگاه تبریز که بودم ایشون تو سپاه پاسداران تبریز ایشون تازه در ماه سوم جنگ اولین نیروهای مردمی را میاره در جبهه تازه آشنا بشن با جبهه همین ببخشید من با توجه به اینکه وقت برنامه‌ام رو به پایان خیلی دوست دارم که دو تا سوال رو بپرسم و خیلی خواهش میکنم که کوتاه که برسیم چون این بحث که مطرح شد میخوایم که تمام این حرف‌ها برای یک بار برای همیشه گفته بشه باز من متوجه نشدم شما تو صحبتاتون فرمودین که علارغم هنجارها علارغم پروتکل‌ها نیروی هوایی اومد و عملیات پشتیبانی زمینی رو انجام داد. اگر هواپیمای F5 ما جزء وظایفش عملیات پشتیبانی رزم زمینی هست، چرا بس شما میگین که خلاف پروتکل‌ها پس وظیفه نیروی F5 هم بوده دیگه؟ وظایف با هنجارها فرق می‌کنه. ما یه وظیفه نیروی هوایی پشتیبانی از که هوایی هست، نیروی سطحی که میگه نیست. وظیفه 5 نیروی هوایی هستش. در ترنورد عربستان پیش بینی شده. ولی پشتیبانی هوایی قطعاتش که توضیح دادم همین هستش باید فالت خطا مشخص بشه درخواستا مشخص بشه اونجاها که توپخانه بردش نمیرسه حالا نیروی هوایی نیروهایی که از قبل پیش بینی شده در درخواست های پیش بینی شده مورد انجام میده و نیروهایی که غیر منتظره در منطقه عمل نبرد ظاهر میشن اونجا میگه درخواست های اضطراری اینا رو شما دیگه در ماه دوم جنگ این درخواست رو می‌بینید سنداش هستش درخواست می‌کنه مثلا لشکر نواد درخواست بکنه یه جا من خوندم از قول امیر کریم قوامی هم فرمانده اسبق نیرو هوایی هم ایشون هم همین سوال ازشون پرسیده میشه توی مصاحبه‌ای و ایشون میگه که خب اون مقطع درخواستی از ما نبوده برای آخه نیروی نبوده که درخواست کنه یعنی نیروی منظمه ما یه گردان شهید کماسی بوده و ایشون هم به شهادت رسید. پس شما می‌فرمایید که اگر هم نبوده به خاطر اینکه درخواستی اون موضوع نگرفت. نه اصلا درخواستی بود یا نه درخواست ما داریم. درخواست‌ها وقتی سازمان یافته میشه که در حقیقت ارتش عراق دیگه یواشاش متوقف شده. دقت می‌کنی؟ قبل از اون پس خود نیرو هوایی می‌رفت و عمل بدون اینکه درخواست بشه این کارو انجام می‌داد. چرا؟ ببینید شما ما ستاد جنوب داشتیم. تو ستاد جنوب کیا بودن؟ ساتیب ظهیر نجات. شهید فکوری فرمانده پایگاه هشتم باز لشکر ما کیا بودن توش در اهواز جناب قاسمی شما فلاحی اینا همه بودن دقت میکنی نه اینکه مثلا درخواستی نباشه اینا تارگت ها رو میدادن یعنی درخواستی که شما اف ای سی باشه فران ایر کنترل باشه این نبوده میگفتن تارگت میگه آقا عراق داره اینجا میاد اونجا بعد عارف‌ورای ما عکس برداری میکردن کی فهمید که اصلا جبهه تشکیل نشده کی به شما گرا داد که شما جبهه مثلا لشکر 77 کجا بره مستقر بشه لشکر حمزه سید الشهدا کجا بره مستقر بشه اینا عکس هوایی بود که اینا عکس های هوایی بود که اینجا همزمان ریکانسنسی که ما انجام میدیم کمک کرد که بتونن برن این حتی عارف‌فوری هم چند تا شهید دادن هم اول جنگ بهم. تا برن این خطای لجمن مشخص بشه تا برن کجا مستقر بشن کجا میتونن جزء بگیرن چون اونا از تمام آرزه زمین و از تمام چیزا استفاده کردن اومدن و فکر هم نمی‌کردن که گرفتار بشن. همین ببخشید چون آخر برنامه هست من به عنوان یه مخاطب عادی ممکنه برام این سوال پیش بیاد بگم نیروی هوایی که عملیات‌های بزرگی مثل H3 انجام میده یا عملیات کمای 99 یا عملیات‌های دیگه در طول جنگ انجام میده ممکنه که اصلاً یه بخشی از این شعبه به خاطر همین باشه بگن نیروی هوایی که
اینقدر قدرتمنده، آیا رزم زمینی براش اینقدر باید سخت باشه؟ اینو یه آدم عادی میپرسه. شما به عنوان یه متخصص بفرمایید، منتها خیلی کوتاه خواهش میکنم، که این عملیات زمینی آیا کار راحتیه؟ یعنی اینجوری که بگن آقا شما برید تانک رو بزنید، چون از نگاه من یک کار راحتیه، شما رفتید پایگاه الولید اونور عراق زدید، بنابراین زدن یه تانک فاصله نزدیک نباید سخت باشه؟ اتفاقا سوال خیلی خوبه، به جایی فرمودید. ببینید، نیروی هوایی در یک جنگ کلاسیک، مثلا عملیات سامانه‌نامه جنگ کلاسیکه، طریق قرقس، بیت المقدس، اینا، نیروی هوایی در سه حوزه که من تصویر کردم، اینا همه رو با تحقیق نوشتم، ماموریت انجام میده. یعنی هم آفند انجام میده، هم پدافند انجام میده. یک در منطقه عملیات، اون منطقه برای نیروی هوایی که خیلی کوچیکه، مثلا منطقه فتح العمومی مثلا چقدر هستش، یا منطقه بیت المقدس با همین بزرگیش برای نیروی هوایی چقدر هستش. پس یک در هسته مرکزی عملیات، یک در لایه بعدی عملیات، یعنی خطوط مواصلات دشمن، عقبه دشمن، نیروهای احتیاط دشمن که مثلا گفتم که در اون صد عملیات‌های عمقی یا راهبردی. دشمن هم همین حالاتو داره، دشمن هم میخواد هم هسته مرکزی شما رو بزنه، هم خطوط مواصلات شما رو بزنه، هم عقبه شما رو بزنه. شما هیچ شنیدید که دشمن یه دونه مثلا یه خود مواصلات ما رو قطع کرد بشه در دو سه ماه اول جنگ؟ اگه دیدید بگید دیگه، بعد یه دونه اون آقایون که میگن ما هیچ چیزی ندیدیم، آقا کی همینطوری نمیخواستن به خود مواصلات رو بزنن؟ چرا نتونستن عمق چون برتری هوایی با ما بود. باریکلا. حالا اینجا نیروی هوایی در این سه قطاع بزرگ، حالا اون قطاع آتش من گفتم، در این قطاع داره ماموریت انجام میده. حالا وقتی در این سخت‌ترینش این قسمت، اون قسمت آتشی که برای آتش پشتیبانی پیش‌بینی شده و آتش استراری، درخواست استراری هستش. حالا نیروی هوایی برخلاف تمام هنجارها، یعنی چی؟ یعنی شما برتری هوایی باشه، درخواست باشه، نیروی زمینی بعضا درخواست کنه که آقا تهدیدهای غیر منتظره، ولی اینجا ما میگفتیم آقا هدف، میگو آقا اون ور کرخه هر چی هست ما هیچ نیرو نداریم، هدفه. خب معلومه کسی نمیبینه که نیروی هوایی داره کجا رو بمباران میکنه. چه وقتی میگن آقا اون ور کرخه هر چی داری میزنی هدفه، خب کی میخواد ببینه اون هواپیما داره چیکار میکنه؟ من به نوبه خودم اگر کوتاهی کرده باشم، از خداوند متعال میخوام که به من کمک کنه، این توفیق بده که بتونم بخشی از این حماسه هایی که حماسه های ملی ماست، حماسه های ارزش های ماست، حماسه های بزرگ ماست، ما بتونیم برای ملت خودمون، برای نیروهای مسلح خودمون، برای آیندگان خودمون بنویسیم و بگیم حالا از نظر پشتیبانی هوایی، از نظر گشتر یا همون گشت مراقبت مسلحانه، اتفاقاتی که افتاده شما اینطوری نیست که دیگه شما ببینید که مثلا روز هواپیما عراق میاد در تیو 20 عراق میاد مهرآباد بمباران میکنه، باز میاد در منظره قم در آبان ماه 3-4 تا توپلوش از دست میده. چه اتفاقی میافته؟ از پدافند همون کمتر گفتیم، پدافند هوایی ما که اینجور وایستدن، بعضی وقتا رفتن در حالا تو همین پشتیبانی آتش ها میرفتن تو پدافند هوایی، نباید برد، بعد هر نیروی خودش بعد پدافند منطقه صحنه نباید داشته باشه. بچهای پدافندی ما میرفتن اونجا، توپاشون میوردن، تانکاشون راداراشون میوردن، موشکاشون میوردن، میرفتن اینجا از حتی از هسته مرکزی عملیات حمایت میکردن. جا داره باز یاد کنم از عملیات خیلی تازه جنگ کلاسیک بود دیگه، هیچ راداری نمیتونستیم مستقر کنیم اونجا و هیچ یگان زمینی نمیشون مستقر کنیم. ما هواپیمای F-14 با همین FAC، همین کسایی که با این BC ما میرفتیم در کنار شهید بابای عکسش هست، مدار که هواپیمای F-14 رو آوردیم بالا سر رزمندگان تا بتونن از اوزای به الاوزای برسن، به القرنه برسن. این کارهایی بودی که نیروی هوایی برخلاف تمام هنجارهای هوانوردی انجام داده و این پتانسیل های نفته که فقط در خلبان ها نبود، در کارکنان فنی نبود، در نظامی ها نبود، در سپاهی ها نبود، این کارکنان فنی در آحاد این ملت بود. یه روز تیمسار ایمانیان اومده بود گریه میکرد، رحمت الله علیه، اولین فرمانده نیروی هوایی منتخب از ایمان بود که سال 1394 فوت کرد و امیر شاه صفی از ایشون اومد تجلیل کرد و در قطعه صالحین به خاک سپرده شد. این گریه میکرد، میگفتم چرا گریه میکنیم تیمسار؟ میگفت من نتونستم بیام. گفتم آقا تیمسار شما ماها رو تربیت کردید، شما شاگردایی کردید، شاگردای شما ماها رو تربیت کردن، از سوم مهر تا آخر مهر، یعنی در نظر 27 روز پا
پایگاه دسپول ما فقط 373 تا ماموریت پشتیبانی نزدیک هوایی انجام داده. این یه آمار کوچیکش. ولی من کلان بگم آمار ارقام خیلی یا بمب‌هایی که ما زدیم یه تشبیه خیلی خوبی امیر نمکی داره. میگه اگه بمب‌هایی که نیروی هوایی چون میدونی نیروی هوایی چهار تا ویژگی داره که این نیرو از نیروهای دیگه متمایز میکنه. یک واکنش سریع. دو برد زیاد. سه سرعت زیاد. چهار قدرت آتش. حالا قدرت آتش نیروی هوایی میگه اگه این بمبای که نیروی هوایی در همین دو ماه جنگ سر نیروهای عراقی ریخته اینا رو جمع کنیم یه تریلی از اصفهان میشه تا تهران. حتی این تریلی بذاریم تو اینا بمب بذاریم از اصفهان تا تهران این وزنی که نیروی هوایی بمب رو سر نیروهای عراقی ریخته در همون دو ماه اول جنگ این صف تریلی حساب کن یه تریلی از 400 کیلومتر از اصفهان تا تهران جمع شن همشون پر از مهمات باشن این مهمات بوده که سر نیروهای عراقی نشه. حالا بعضی ها من خودم غافل از لطف الهی نیستم و کسایی هستم که میگم این لطف الهی همیشه شامل حال ملت ما بوده ولی این یه مقدارم اگر ما قلوف کنیم خون شهدای 88 قلبان شهیدی که در دو ماه اول جنگ یا در دوران دفاع مقدس جان خودشون از دست دادن قلبانای آزموده قلبانایی که هر کدومشون یه دوران بودن هر کدومشون یه اسکندری بودن هر کدومشون یه اردستانی بودن باز یاد کنم از شهید مصطفی اردستانی که بلند میشه داوطلب میره دسپول برید خاطراتش رو بخونید تو کشور اوجوبر همه رو خودش نوشته میگه که بلند شدم میگه سی که شهریور که حمله شد من خانومم داشتم بعض تو ماشین یه پژو داشتم میوردم بیمارستان فیروزه داشت شاپدرزیل که عراقی ها رو آسمان دیدم بیا مردم نمیدونن که دارن هورا میکشن میگه خانومم ول کردم بعض حملش ول کردم اومد تبریز از تبریز فهمید پایگاه دسپول در خطره رفت دسپول با چنگیز سفر مصاحبه میکنه میگه بهش رسانه دادن که خانم بچه دومتون دختر شده میگه مصاحبه اردستانی واسه که میگه من خداوند شکر میکنم که خداوند این فرزند دوم به من داده به خانمم میگم ازش عذرخواهی میکنم که نتونستم در کنارش بمونم به خاطر که ملت ایران به من نیاز داشته و ما میشه نبا در ایران داشتن یا به چنگیز سفر بعدش شوخی میکردم چون پایگاه اینطوری نبود که پایگاه دسپول هر روز توش موشک میخورد یعنی شما نه رو زمین امان داشتی نه رو هوا امان داشتی یه حاج مصطفی خوش شوخی میکرد بعض وقتا میگه آه چنگیز خب وقتی موشک که میخورید که ما شرطی شده بودیم یه سری که ما تمام میپریدیم بالا دست خودمون توی ترس که بعد قرار بعد بعض وقتا میگفت نه اردستانی خب یه چیزی به نام کاتگوری بعض وقتا میگه آقا میترسیدین بعد یه دفعه چنگیز نتونست خودش کنترل کنه گفت حاج مصطفی من نادر پسرم الان 3 سالشه 20 سال دیگه نادر 23 سالش میشه از من سوال میکنه بابا وقتی عراقی ها اومدن تو سرزمین خوزستان حمله کردن تو کجا بودی؟ میگه اگه باشم میگم بابا رفتم جنگیدم و اگر نباشم که کشته شدم میگم شهادت من گواهی هست برای این که من کشورم دفاع کردم که جریان سپر خدمتون گفتم دست شما درد کنه امیر خیلی گفتگوی جذاب و جالب بود برای خود من خیلی یاد گرفتم خیلی فکر میکنم بخش زیادی از سوالاتی که مطرح شده بود پاسخ داده شد البته یه اشاره کردید به اینکه کمتر اینها گفته میشه خب یه بخشش طبیعتاً تقصیرش برمیگرده به رسانه‌ای بخشم برمیگرده به خود سازمان‌های نیروهای مسلح که به نظرم یه مقداری باید بیشتر کار بکنن راجع به این مسائل مثلا من واقعاً نمیدونم آیا از عملیات بزرگی مثل H3 که ما ازش فقط یه فیلم سینمایی داریم که خدا بیامرزه شهید ستاری رو که باعث شد که این فیلم ساخته بشه و یک مطلب خیلی کلی و حالا مثلا با جزئیات تو فضای مجازی دیگه هیچی نداریم امیر براتپور فرمانده این عملیات هنوز زنده هستن انشالله عمرشون هم طولانی و پربرکت باشه ولی متاسفانه راجع به اینها من نمیدونم اصلا از عملیات H3 آیا فیلمی وجود داره یا نداره اگر هست اینا کجاست به نظرم یک مقداری باید اینها با توجه به که شما معلوم مسئولیت دارید در مرکز مطالعات و تحقیقات راهبرد نیروی هوایی فکر می‌کنم که اینها یه مقداری برمیگرده به خود سازمان‌های نیروی مسلح که بیشتر مردم دوست دارن مخصوصا نیروی هوایی مخصوصا شهدای نیروی هوایی از عباس دوران بگیرید یاسینی اردستانی یا بقیه‌شون همین محمود اسکندری که جزو واقعا اسطوره از مرحوم امیر منوچهر محققی که چند ماه پیش فوت کردن اینا واقعا بزرگان نیروی رضا سعیدی اینا بزرگان این نیرو هستن که مردم واقعا اینا رو دوست دارن عباس دوران واقعا جز اسطوره هاست
یه مقداری به نظرم لازمه که اینا بیشتر حالا من یه خود برگردیم به بحث اولمون. خب ما امیر برادپور به عنوان اسطوره هوانوردی میشناسیم، اسطوره حمله به اچ 3. ایشون در زمان جای معاون امنیتی پایگاه بوده، اصلا مجاز نبوده پرواز کنه. معاون امنیتی پایگاه اصلا مجاز نیست پرواز کنه، باید پرواز هدایت کنه. حالا انقدر اون عملیات با اچ 3 بزرگ هستش و انعکاس بین‌المللی داشته، البته ما چون مجاز نبودیم نه فیلم برداری کنیم نه چیز کنیم، چون درست هم نبود. حتی مصاحبه خلبانم هم فقط غیر از من سپر گفتم به نظر پخش میشد. یعنی خود هواپیماها دوربین روشون نبوده؟ هواپیما هم دوربینش فقط همون لحظه فایر هستش. هواپیما و اونم هم همه هواپیما دارن، بعضیش هواپیما داره. حالا ما امیر براتور به اچ 3 میشناسیم، ولی رادیو بی بی سی، خبرنگار بی بی سی امیر برادپور به جنگ علیه تانک‌های دشمن میشناسه. روزی 24 مهر امیر برادپور جناب صابونچی بلند میشن، من سندش فیلمش خدمتتون میگم. آقای عدنان خیرالله میاد اعلام میکنه که آقا ما میخوایم هواپیمای افور مثل برگ خزان بریزیم و خبرنگاران بیان برن فیلمبرداری کنن، عجب ها شاهد سقوط فانتوم های نیروی هوای ایران باشن. در همین روز که 24 یک این روزای 24 مهر بوده، خبرنگار به بی‌بی‌سی رفته در جبهه آبادان مستقر شده. فیلماشو می‌ذارم در اختیارتون. امیر برادپور از پایگاه همدان بلند میشه. آیا صابونچی با اینکه او قدیمی‌تر بوده میپذیره که درباره امیر برادپور پرواز کنه. ایشون وارد بنزین می‌گیره، تانکر وارد صحنه خوزستان میشه. فقط آتش و دود می‌بینه. جبهه‌ای وجود داره، کی درخواست که بره بمباران کنه؟ میگه وقتی من آتش دود امیر براتون میبینه میفهمه اینجا که داره مسلسل داره تیراندازی میکنه، اینجا حتما یک هدف خوبی هستش که عراق داره ازش حمایت میکنه و میخواد همون میره تو دل آتش عراق و بمباران میکنه. خبرنگار بی بی سی هست چیزش، میگه در اوج آتش دود دیدیم دو تا فانتوم، اسمش گوشه ایرانیان کریزی پایلوت. از امیر براتون میاد بیرون، برخلاف اینا برمیگردن و میرن دوباره یه عبور دیگه میکنن با ما نیروهای عراقی با مسلسل من را میرن میشینن. ایشون میگه که ما وظیفه‌مون بوده دفاع از کشورمون و وظیفه‌ای بوده که در مقابل مردم خودمون ادا کرد. اصلا شما درد نکنه امیر بزرگ، شما جزء افتخارات این سرزمین هستین، شما و همکارانتون و همه نیروهای مسلح و هر کسی که در این جنگ 8 ساله شرکت داشت. شما از همرزمان و دوستان نزدیک شهید بابایی هستید، با شهید فکوری کار کردید، خلبانهای شهید زیادی را نزدیک دیدید و اشاره کردم که جزو نادر خلبانهای در دنیا هستید که در یک روز 3 تا هواپیمای دشمن رو ساقط کردید. از اینکه در این برنامه